خب اینجا چند دقیقه بگیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که ما امروز داشتیم تقریبا در یه سری از مسائل رشد اقتصادی و مشکلات اقتصادی، معمولا همه کاندیداها تا اونجایی که من اطلاع دارم، خب بحث ارز و حیف و میلی که در سوخت شکل میگیره و بحث تورم رو همه داشتن. مشکل معلومه، راه حلش هم معلومه، اما گیر جای دیگه است. یعنی گیر این اختلافاتی است که معمولا بین سیاستمدارا و مدیرا و دعواهایی که اینجا شکل میگیره و ما تا نتوانیم این مشکل اختلاف رو حل کنیم و همدیگر رو بخوایم متهم بکنیم، طبیعتا قادر نخواهیم بود این معضل رو با هماهنگی و همدلی و همراهی از سر راه جامعهمون خودمون برداریم. این مشکلات داخلی است. یعنی ما اگر این مسائل رو در داخل حل کنیم، تورم رو دولت ایجاد میکنه، عامل تورم دولته، گرانی رو دولت ایجاد میکنه. اصلا گرانی ربطی به مردم نداره. تازه وقتی تورم ایجاد شد، از جیب مردم فردا میان تو اون تورم، میگن چون این قیمت جنست ماشینت رفته بالا، باید مالیات هم بدی. یعنی یه بار شب پول از جیبش برمی‌داره، یه بار میاد مالیات ازش میگیره. این یه مسئله است. مسئله بعدی اینه که من امکان نداره، حالا این مشکلاتی که در داخل ما میتونیم بشینیم با تفاهم حلش بکنیم، نزدیک 100 150 میلیارد دلار در سال به خاطر حیف و میلی که در سوخت و انرژی و بحث‌های ارزی شکل میگیره ما در کشورمون داریم از دست میدیم. اینها رو ما میتونیم با همدلی و هماهنگی با استفاده از کارشناسان و انسان‌های خبره و هنر به اصطلاح با تجربه حلش بکنیم، اما این فقط میتونه یه مقدار مشکل داخلی ما رو اقتصاد مقاومتی ما رو افزایش بده، اما برای رشد و توسعه ما نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم، ما نیاز به حل مشکلات داریم، ما نیاز به این داریم تحریم ها رو حل بکنیم. با دور زدن تحریم ها ما فقط هزینه رو افزایش میدیم، ما فقط برای توسعه گرانی رو بیشتر میکنیم. پول رو، جنس رو ارزون میفروشیم، وقتی وارد میکنیم گران میخریم، تو این وسط هم کلی از این پول‌ها حیف و میل میشه. در نتیجه باید کاری بکنیم با همسایگان، وحدت و انسجام خودمون رو حفظ بکنیم. بنده تو اون جلسه گفتم، الانم در حقیقت یک فرازی از وصیت حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما دوباره تکرار میکنم که میفرمایند که اوصیکم بتقوی الله، اوصیکم و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی بتقوی الله. یعنی توصیه میکنم حسن و حسین شما رو، خانوادم رو، قوم و خیشم رو و هر کسی که این پیامه به دستش میرسه، اول به تقوا. تقوا یعنی حرکت بدون خطا، تقوا یعنی مدیریت بدون خطا، تصمیم بدون خطا و اجرای بدون خطا. بعد میگه این که نظم امر داشته باشید. نظم امر هم ساده است، معنیش اینه وقتی میری سوار هواپیما بشی، ساعت 8 باید شما رو سوار بکنه، ساعت 8 سوار کنه، ساعت 12 سوار نکنه. یعنی حرکت بدون خطا، یعنی اینکه نظم طوری شکل بگیره که این خطا درش نباشه. و پشت سرش میگه نظم امرکم اصلاح ذات بینکم. ما اصلاح ذات بین رو میگه شنیدم از رسول خدا، یقول صلاح ذات البین افضل من امه الصلاه و الصيام. اصلاح بین مسلمونا، وحدت و انسجام از نماز و روزه که یک سال میشینی میخونی سالها، این اصلاح بالاتر و با ارزشتره. ما اگر میخواییم مملکتمون درست بشه، قدم اول باید وحدت و انسجام خودمون رو درست بکنیم، با همدیگه دعوا نکنیم که متاسفانه میکنیم و این مشکل باعث میشه که دعوایی که داریم میکنیم به نظر من بیشتر دعوای قدرت است و نه خدمت. انشالله خدا به ما توفیق بده خدمتگزار باشیم، دنبال وحدت و انسجام کشورمون باشیم و تا بتوانیم این گره ها و مشکلاتی که در جامعه وجود داره رو حل کنیم. انشاءالله خدا یار و یاور شما باشه. امروز مبارک رو که روز قدیر خمه و امامت امام ما، برای همه عزیزان کشور تبریک عرض میکنم و از خداوند میخوام که واقعا ما رهرو اون امام همام باشیم، نه اینکه فقط براش راه پیمایی بکنیم و به به و چه چه بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله.